غیرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. بینندگان عزیز، آنچه که تا لحظات دیگر مشاهده خواهید نمود اهانت‌هایی است که روحانیون ناآگاه برای اثبات ادعاهای پوچ خود به امیر مؤمنان علی و خانواده گرامی ایشان رضی الله عنهم اجمعین نسبت می‌دهند. می‌خواند یه گروه درست کنند، گروه ضربت در مقابل امامت، که باید با قاطعیت هر چه سر راه گرفتن پست جانشینی پیغمبر هست باید چکار کرد؟ برداشت، ولو کشتن فاطمه زهرا و بچهش باشه، ولو سوزاندن در خانه زهرا باشه، ولو سیلی زدن به صورت حضرت زهرا باشد، ولو اینکه کار به جایی برسه که حتی امیرالمومنین سلام الله علیه را با سر و پای برهنه ببریم بیرون. یه هدفه، بناس علی نباشد بله و ابوبکر بیاد، به هر قیمتی میخواد تمام بشه. توجه فرمودید که این روحانی تندرو برای اینکه خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را فاسد بداند چگونه به امیر مؤمنان علی و همسر گرامی ایشان فاطمه زهرا رضی الله عنهما اهانت می کند. مگر این روحانی و امثال وی شجاعت و مردانگی این دو بزرگوار را نمی دانند یا اینکه مسائل دیگری مطرح است که ما از آن بیخبریم؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع کلیپ بعدی را با هم ببینیم. و بعضی روایات ضعیف هست که فرزند به حضرت فاطمه و علی نسبت دادن به اسم محسن که در شکم فاطمه مرده و مرده به دنیا آمده در نتیجه ضربتی که حضرت عمر بر شکم فاطمه وارد کرده و سقط جنین کرده، جنین در شکم فوت کرده و مرده به دنیا آمده و سبب شهادت فاطمه شده. تاریخ میفهمه که فاطمه وفات یافته، چند سال بیشتر نیست که میشنویم فاطمه شهید شده. اگر شهید شده پس کسی که خنجر وارد کرده یا ضربه زده کی بوده؟ اگر عمره که دروغ محضه، این روایت روایتی دروغینه صرفا برای اختلاف بین مسلمین. کتب تواریخ معتبر و موثوق، هم کتب تواریخ مسلمین و هم بیگانگان، شیعه و سنی، چه دستایی در کاره. چطوری عمر به خودش جرأت میده که به دخت پیامبر صلی الله علیه و سلم که شوهرش علی است چنین اجازه بده بزنه ضربه تو شکمش؟ تاریخ ننویسه که عکس العمل از اهل مدینه و همسرش که علی شیر خداست، بیشتر درباره شجاعت حضرت علی گفتیم، مثالهایی رو چیه؟ مطرح کردیم در غزوه خندق و در جنگ بدر و در بستر مرگ خوابید در شب هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. چه تاریخ نقل نکرده که بلند شدن، قیام کردن، شمشیر رو از غلاف بیرون کشیدن برای حفظ ناموسشون؟ تاریخ نوشته. پس از کجا وارد تاریخ اسلامی شده؟ چه دستی پشت کاره؟ چه کسانی میخوان که آرامش از امت اسلامی و وحدت و اتحاد از امت اسلامی بگیرن؟ چه بازاری در کاره که اگر حقایقو بگیم بازار کساد میشه، تجارت کساد میشه، بازار خیلی ها تعطیل میشه، بعضی موقع بازاره از کاروان اختلاف یه تجارتی را افتاده؟ تفرقه بنداز، حکومت کن. در هفته وحدت باید حقایق گفته بشه تا وحدت کامل ایجاد بشه. حقایق رو اگر سانسور بکنیم، تو هفته وحدت مجامله بکنیم، چیزی که بالاخره میدونیم که بعد از هفته دوباره مطرح میشه، سانسور بکنیم و مسائل و چابلوسی و مداهنه و مجامله، هیچ موقع به وحدت نمیرسیم و دچار مشکل میشیم.
پس حضرت عمر رضی الله عنه چنین اجازه‌ای و چنین جرأتی به خودش نمیداده که بیاد چه همچی کاری بکنه. دو، و حضرت علی اجازه نمیداده رضی الله عنه که بزنن تو شکم همسرش و سالم باشه و زنده باشه و تو مدینه باشه. حضرت علی که ما درباره شجاعتش و مترسیش و غیرت و نیرومندیش و مهارتش برای شمشیر زدن و تعصبش چند شب پیش صحبت کردیم، مگر اینکه اون علی که میگن عمر زد به شکم همسرش هیچ عکس العملی نداد نشون نداد، اون علی غیر از این علی است که شوهر فاطمه است و داماد پیامبره. علی بی غیرت، بی ناموس، ذلیل، جبان، ترسو، بی خاصیت. اما علی که ما سراغ داریم و فضائلشو داریم میگیم، اون علی به عمرو ابن عبد ود مهلت نداد، به ولید ابن ربیع عتبه مهلت نداد تو غزوه بدر، هنوز شمشیرش از غلاف پهلوان قریش کارش ساخت. اون علی که در غزوه خندق دیدیم، اون علی که در غزوه بدر دیدیم، اون علی که در جاهای دیگه دیدیم، اون علی خیلی بزرگه در نظر ما و حتما علی دیگری هست. شاید این عمر هم عمر دیگری باشه، ولی این دوتا برنامهشون چیز دیگه است. وقتی میگیم که ام کلثوم دختر فاطمه، بعضی میگن نه این کنیز فاطمه بوده. کدوم کنیز بود؟ مثل که باورشون نمیشه، یعنی علی میره دخترشو به عمر میده؟ ام کلثوم الکبرا دختر فاطمه زهرا، دختر حضرت علی و فاطمه زهرا، همسر عمر رضی الله عنه، مادرش لگد مال بکنه، برادرش سخت بکنه، برادرش مرده به دنیا بیاد، چطوری این دختر، حالا بگیم مادرش، چطوری این دختر به خودش اجازه بده زن همچین مردی بشه که برادرش رو کشته تو شکم مادرش و اهانت به مادرش کرده. علامه زین الدین عاملی از علمای برجسته شیعه در کتاب مسالک الافهام درباره کفاعت وقتی صحبت میکنه، از ازدواج عمر و ام کلثوم دختر فاطمه زهرا یاد میکنه، مراجعش چیه. و علامه کلینی در کتاب الکافی صفحه 311 جلد 2 دوباره به این مسئله اشاره میکنه که ام کلثوم دختر فاطمه بوده، نه کنیزش، و همسر عمر بوده. پس چه دستی در کاره؟ این مراجع شیعه است، مراجع سنت، مراجع حتی مراجع اروپایی ها و غرب ها و غربی ها و مستشرقین. این دست ها از کجا آمده؟ تو مذاهب داره دخالت میکنه به اسم مذهب شیعه، به اسم مذهب سنی، اونو به جون اون، اونو به جون اون. کتاب های معتبرشون، خیلی باید بیدار باشی، خیلی باید مواظب باشی. اگر بگیم که همه صحابه مرتد شدن و منافق شدن بعد از پیامبر، پس کی مونده؟ پس تو دینمون با شک بکنیم، با 5 نفر که دین نمیرسه. اگر بگیم علی، امام حسین که بچه بود، امام حسین که بچه بود حدیث رو روایت نکردن، علی هم که همیشه تو جنگ بود، از مقصرین در حدیث نیست حضرت علی، حضرت علی همیشه در جنگ بود، از مقصرین در حدیث نیست، همیشه ماموریت، همیشه جنگ. عبدالله ابن عباس از مکثرین در حدیثی که حدیث زیاد روایت کرده، حضرت ابو هریره، حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت ام المؤمنین عایشه، اینا از مکثر. حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت انس که خادم پیامبر بود، 10 سال خدمت پیامبر کرده تو خانه، اینا کسانن که حدیث زیاد روایت کردن. خب اینا رو که ما قبول نداریم. اگر قرار باشه فقط حضرت علی و فقط حضرت فاطمه و فقط حضرت حسن و فقط حضرت بلال و فقط حضرت سلمان، این 5 تا فقط چه؟ سالم موندن، باقی همه برگشتن و مرتد شدن و قبول ندارین، پس دین فلج شد رفت. دین با اون عظمت و وسعتش، احادیث همه چه از بین رفت. پس تو دیگه همه چیزمون با شک بکنیم.